با برنامه افغان بی سی مهدف از شبکه جهانی آریانا خوش آمدین. لحظات خیلی حساس و دیدنی به نام خدا. بیننده های از تلویزیون آریانا سلام. به برنامه افغان بی سی مهدف از شبکه جهانی آریانا خوش آمدین. لحظات خیلی حساس و دیدنی. باز هم دو تیم با هم رقابت میکنن. دو تیمی که در کارنامه خودان یک باخت دارن و امروز سرنوشتشان تعیین میشه. سپاس از همی برنامه شرکت مخابراتی افغان بی سی، بزرگترین شرکت مخابراتی در افغانستان. با شما هستیم. لحظات خیلی حساس، دو تیمی که یک برد یک باخت در کارنامه دارن آغاز میشه، دست میتن با هم و به افتخار شما هم پهلوانا و چانس خوب برای هر دو تیم و به دو سرتیم این اشتراک کننده ها. سر تیم آمو هم تانست تیم پهلوانان جوانبرد یک امتیاز به نفع خود رقم زد. امین باید دقت بکنه. یک امتیاز دیگه هم به نفع تیم پهلوانان جوانمرد. دو اشتراک کننده اخیر که البته از تیم آمو نمایندگی میکنه و از تیم پهلوانان جوانمرد نمایندگی میکنن. آفرین
امتیاز بالا را تیم پهلوانان جوانمرد با لباس آبی از آن خورد کرد و تیم آمو متاسفانه امتیازشان کمتر هست. کی برنده میشه؟ تیم طوفان یا امیر حمزه؟ کی برنده میشه؟ طوفان! زنده باد فیروز! به افتخار استاد صابر نوری تیمش کف میزنه و به افتخار استاد وحید نظامی هم تیمش کف میزنه. یک فاول از تیم امیر حمزه که دوباره برگشت و یکی دوباره معانی رو تایی بکنه. اما آفرین این دو سر تیمی هست که تیم هایشون باخت نداشته و وحید نظامی متوجه آفرین خوشبهارش که در این سن میایه. این هم چهره صابر نوری یکی از مربی های کشتی. آفرین آسی پذیر نشی خدای نخواسته. لحظات خیلی حساس دو اشتراک کننده از دو سر تیم، تیم طوفان و تیم امیر حمزه. این هم یک برداشتی از تیم امیر حمزه. بیا با امید
چیل هستی بیرون؟ نام خدا بیرون، زافری، ماشالله بیرون! سمین پیشی گرفت، اینم چهره فیروز. چی جالب، بریم توفان. تیم طوفان در روز طوفانی طوفان کرد و رفت به مرحله نیمه نهایی و تیم امیر حمزه همچنان چانس داره به مرحله بعدی یا رده بندی. چانس خوب. رقابت خیلی حساس است. دو تیمی که برد در کارنامه خود ندارن. شانس خوب برای دو سر تیم. دست بتین. خوب یک کف محکم. خیلی با فکر آرام هر دو اشتراک کننده و هر دو سر تیم تونست که موانع را درست بسازم. شد تیم هندوکش خیلی جالب است. دو برشکار خیلی خوب. درست بکنن یا خیر. Come on!
جالب. برنده این دور تیم هندوکش با امتیاز یک امتیاز تفاوت و میره به تیم البته تیم هندوکش میره به دور نیمه نهایی و تیم آسمایی هم رقابت داره در گروه خود. کابل بند قرغه باز هم بزرگترین برنامه سرگرمی و تفریحی. دو تیم اشتراک کننده، تیم اسپینغر و تیم ببرهای کارتن ناو، دو تیمی که یک باخت در کارنامه دارن و این برنامه رو رقابت میکنن. آفرین، خیلی عالی. این دو سرتیم چی کار میکنن؟ وای وای. آفرین سجاد از تیم اسپینغر، سر تیم اسپینغر. این هم سرعت تلاشش، گمهاش تیم اسپینغر یک امتیاز. زودتر و سریعتر از تیم اسپینغر. آفرین تیم اسپینغر همچنان تونست ببرای کارتی نو امتیاز گرفت.
Buonasera Lazzano, Lazzano! Buonasera Bailini, buonasera Bailini! Giulio Mosè Bosch! مبروی کرده نو یک امتیاز دیگه هم رقم خورد. مبروی کارت نو رفت به مرحله نیمه نهایی و تیم اسپینغر هم یک بازی پیشروی خواهد داشت. خوش آمدین به بزرگترین برنامه سرگرمی و تفریحی از آریانا. به افتخار زمین حفیظی یک کف مکان بزنین و همچنان به افتخار پهلوان شعیب رحمانی هم یک کف بزنین. آغاز میکنیم یک آغاز خیلی خوب و این هم یک چانس و یک قسمت هست و ببینیم که کدام تیم میتونه درخشش خوب داشته باشه. شما و جذابترین برنامه افغان بیسیم هدف از شبکه جهانی آریانا با من جمشید احمدی همراه باشین. دست بتین بازم به افتخار خودتان. بازی خیلی حساس است و دقت هم باید در کار باشه. تیم پهلوانان جوانمرد ببینیم که آفرین دقت تمرکز شانس بره تیم پهلوانان جوانمرد یک امتیاز. Yeah.
دو اشتراک کننده آخر و ببینیم که نتیجه چگونه خواهد بود. از تیم ببرای کارت نو ظفر، عادی، شانس خوب بر هر دویشان. دسپتین و افتخارشان کف مکم. بیننده‌های عزیز تلویزیون آریانا، لحظات خیلی حساس و سپاس از دو تیم. رقابت خیلی خوبی هم کردن و بازی هم ببرای کارت نو برنده شد، رفت بر مرحله حساس و ببینیم که باز هم میتونن نتیجه خوب بگیرن یا خیر. اما تیم پهلوانان جوانمرد نتونست امتیاز را که باید به دست میآوردن نیاوردن. بزرگترین برنامه سرگرمی برای شما جوانان و خصوص ورزشکاران عزیز. امیدوار هستم که لحظات شما هم شاد بگذره. برنامه افغان بیسیم هدف از شبکه جهانی آریانا و افتخار وحید نظامی تیمش یکف محکم بزنه و با افتخار توفیق منیری همچنان تیمش یکف محکم. شانس خوب برای هر دو اشتراک کننده. زنده باد نظامی. ماشاءالله 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 ماشاءالله
چنین راحت بود که یک امتیاز برای تیم خود رقم زد. دو اشتراک کننده اخیر از تیم های طوفان و تیم هندوکش. خب لحظات خیلی حساس است. یعنی امتیاز دیگه هم گیم خوش گرفت. با این میگفتن عزیز چپتاو دو امتیاز با تیم هندوکش رقم خورد و برنده تیم طوفان برای با مرحله نهایی و رقابت خیلی نفسگیر هم پیش روی داره و این گونه درخششی که تیم طوفان داشته. این هم حرکات نمایشی و افتخار برد تیم طوفان. تیم پهلوانان جوانمرد در مقابل تیم هندوکش. شانس خوب برای هر دوتان. اگر مشکل نباشه شما راحت هستین بازی را آغاز بکنیم. بازی مقام سوم و چهارم. خوب است، آماده هستین و افتخار هر دو سر تیم. کف مکان بزنیم. Oh!
سوم و چهارم هر کدام تیم سوم میشن چانسش حتما بهتر خواهد بود. هر دو اشتراک کننده تمرکز فکری خیلی خوبی دارن و هر دو یک جا تکمیل میکنن موانع را. حرکت چپتاو سمتیاز زاید هم تلاش کرد. لحظات حساس و دیدنی هست و آفرین. اینم پهلوان زاید. لحظات خیلی حساس است و دو تیم تلاش میکنند تا که بتونن چانسه ای بای خیلی لحظات حساس است و خیلی هم دیدنی هست هر دو. Thank you.
تونست در نخستین فصل برنامه هدف افغان بیسیم مقام سوم این بخش از آن خود بسازم. گپ از چی قرار است که امروز در این برنامه با است؟ شما هم با دو تیم آشنا شدین، دیدین؟ بله. دو تیمی که سمت چپ ما قرار دارد تیم طوفان است و تیم ببرای کارت نو، و این برنامه آخرین برنامه فصل نخست برنامه افغان بیسیم هدف است. دو تیم پرقدرت و چانس خوب هم ما تمنا داریم که برای هر دو تیم باشه. استاد وحید آماده هستین؟ من دلم نمیشه که بازی را ختم بکنم و دلم میخواد که بازم رقابت باشه. خب کاش که تیمای دیگه هم میموند. تیما زیاد میبود، ما خوش داریم که حریف داشته باشیم و زیاد مبارزه کنیم. بله. حفیظی چی میگه؟ بله بازی خیلی جذاب بود، ولی واقعا خیلی یک رقم اس چی میکنیم که نباید مسابقه تیز خلاص میشد. انشالله فصل دوم هم شما شاهد باشین. در کابل نه بلکه سایر ولایت های زیبای افغانستان. دست میتین با امید فیروزی افغانستان. چهره وحید نظامی و چهره زمیر حفیظی که چند لحظه تمرکز فکریش به هم خورده، و وحید نظامی کمه رقم نخورده. اولین امتیاز به نفع تیم طوفان. تلاش هر دو تیم است و تمرکز فکری هر دو بازیکن یا اشتراک کننده خیلی خوبی هم است، و ببینید که پیشی گرفته و سرعتش هم خیلی زیاد است. یک امتیاز به نفع تیم ببرهای کارت نو.
نخستین فصل برنامه افغان بیسیم هدف که از شبکه جهانی آریانا شما بیننده بودین به پایان رسید. تیم ببرهای کارته نو توانست مقام دوم از آن خود بسازد که یک چک 25,000 افغانیگی از طرف تلویزیون آریانا و حامی برنامه هدف افغان بیسیم و مبلغ 25,000 افغانی و تیم ببرهای کارته نو تحفیز شد. برشان مبارک باد میگم. این هم چک برنده مقام اول به مبلغ 75,000 افغانی و تیم طوفان و استاد موفق فرهاد نوری از طرف تلویزیون آریانا و حامی برنامه هدف افغان بیسیم شرکت مخابراتی افغان بیسیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودین. فصل اول برنامه هدف افغان بیسیم در بند قرقه کابل به پایان رسید. تا فصل دوم که باز هم ما و همکارای بخش تکنیکی و نشراتی در خدمت شما حاضر میشیم. هم شما را بلای منان میسپاریم. زنده باد افغانستان، ژوندی افغانستان، زنده باد افغانستان.